بنده بزرگ و مهربان با عرض سلام و خسته نباشین باز هم خدمت تمامی شما بیننده و شنونده های رادیو تلویزیون غزل خیلی خوشحال هستم که بازم با شما پیوستم و امیدوار هستم که شما هم هر کجا که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و دو روز عیدی که گذشت با خوبی و خوشی سپری کرده باشین دوستان عزیزم بازم روز سوم عید هست ویژه برنامه خلاقیت های آشپزی هست بازم همراه خود یک مهمان ویژه خاص دیگه داریم که این مهمان ویژه ما یکی از دختر خانم های با استعداد و زیبایی هستن که امروز دعوتشان کردیم و دعوت ما را هم پذیرفتن امیدوار هستم که امروز یک برنامه عالی داشته باشیم و چیزی که بر ما میخواین آماده بسازن یک چیز خیلی خوشمزه هست امیدوار هستم تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین و از داشته های برنامه ما لذت ببرین و حالا میریم با مهمان ویژه ما معرفی میشیم سلام به خود سحر جان خیلی خوش آمدید در برنامه ما امیدوار هستم که جور صحتمند سرحال باشی و عید سعید فطر از صمیم قلب بر خودت و فامیل محترمت تبریک میگم سلام خالده جان سلام بر شما و به بینندگان گرامی من همچنان عید سعید فطر را بر شما و به بینندگان گرامی تبریک می نمایم و امیدوار هستم که عیدتان به خوبی و خوشی سپری شده باشه و تشکر از این که در این برنامه زیبایتان من را دعوت نمودید خب به خاطر ای که بیننده های عزیز ما بتانن با شما بیشتر آشنایی پیدا کنن میشه یک خلاص کوتاه برشان خودتان را معرفی کنید من سحر هستم شاگرد محصل طب بگویم سمستر اول طب پانتون شخصی خب بیننده های عزیز و دوستان عزیز سوالات بیشتر در ادامه برنامه خود داشتیم و میشه بر ما بگوین که امروز تصمیم دارید چی آماده بسازید امروز تصمیم دارم که برای شما یک کیک پالکی بگویم که از پالک تهیه می شود مواد خاصی که یعنی استفاده می شود در این پالک است از او برتان می سازم و کیک بسیار مزه‌دار و ویتامین دار بگویم بله. خب دوستان عزیزم تا بالا ما کیک پالک دار نخوردیم منتها امروز امتحان میکنیم ببینیم که مزه چی قسم می شود و چگونه آماده می شود دوستان عزیزم میریم مواد لازمه با هم یک جا در روی اسکرین های تلویزیونتان با هم یک جا تماشا میکنیم بعد از یک وقت خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم مواد لازم کیک پالکی پالک 150 گرم روغن نیم گیلاس چای خوری تخم 3 عدد آرد 2 گیلاس چای خوری بوره 1 گیلاس چای خوری شیر 1 گیلاس چای خوری بیکینگ پودر 1 پاکت وانیلا نیم قاشق چای خوری کیله 3 عدد کرم شانتی 1 گیلاس چای خوری خب ایزان بیننده دوباره برگشتیم در ادامه برنامه بازم با شما خوبان هستم و حال هم میخواییم که کار خود آغاز کنیم و تا یک ساعت از برنامه که برنامه وقت داده شده کار ما را تمام کنیم و این کیک پالکدار ما را هم همراه با سحر جان یک جا آماده بسازیم خب سحر جان کار خود از چی شروع میکنیم؟ اولا تخم که 3 عدد تخم استفاده می شود و 1 گلاس شکر یا بوره استفاده می شود استفاده می نماییم در یک ظرف خالی هم نیاز است این را مخلوط می نماییم من هم همکاری می کنم هم برای تشکر خب از تخم مرغ شروع می کنیم بله واقعا یک چیز جدید است من خودم البته بر خودم جدید است چون که تا حال ما کیک پالکدار نوشیدن نکردیم باز خیر امروز امتحان میکنیم دوستا ببینیم چه قسم است سه عدد تخم و یک گلاس بوره استفاده میکنیم یک گلاس هم بوره بر ما بگی سحر جان در ادامه کارهای در جریان کار بعضی سوالات شخصی هم میداشته باشیم اگر اجازه فامیلی داشته باشی خب میشه درباره تحصیل بگی که پانتون گفتی میخونی در رشته طب مالجوی در یکی از پانتون های شخصی البته در شهر ولایت جوزجان ما
میشه برام درباره تحصیلات ابتدایی بگی که در کجا آغاز کردی؟ من خودم در تولد و در شهر استانبول شدم. در شهر استانبول ابتدا کودکستان رو در شهر استانبول خواندم. بعد از او در افغانستان که آمدیم از سنف اول شروع کردم از ابتدا تا سنف هفته در افغانستان بودم در شهر شبرخان. یکی از مکتبای دولتی. بله در مکتبای دولتی خواندم. بعد از او هم سنف هفت در ترکیه رفتم. پس دوباره لیسه خود را در ترکیه خواندم. تحصیل از ترکیه فارغ شده بعد از 12 پس آمدیم. پنجون این را میکس میکنیم. این را میکس میکنیم. بخاطر که شکر و بوره زیادتر مهم است. خوب مخلوط شد با میکسر میکس میکنیم. تخم و بوره رو خوب مخلوط نمیدیم و شیر. نوبت شیر. آره نوبت رسید به شیر. خب شیر با چی مقدار؟ نیم گلاس شیر. مواده زیاد آماده کردیم تا اینکه بتانیم بیشتر آماده بسیدین از یکی کس پالک دارتان البته همه همکاران نوشیان کرده بتانه آخه باید از موقع استفاده کنیم ما هم آخه حالا باز مخلوطش میکنیم خیلی خوب حل هم شده زیادتا به خاطر حل نکنیم اگر کیک زیاد چی نمیشه اسپنجی نمیشه به خاطر اسپنجی شدن کیک باید خوب مخلوط شده بوره و ساده شده خب نوبت در روغن آمد روغن و روغن رو طور استفاده می نماییم وقتی که پالک رو از روبوت میکشیم روغن رو استفاده می نماییم وقتی که پالک اضافه کردیم از روغن استفاده خوب کردیم باید هم پیش از روغن وقت میکسر کردن پالک روغن استفاده نمیریم چون این تنها میکس نمیشه دوستان عزیز پالک میکسر میکنیم در انگام به میکسر کردن پالک از روغن هم استفاده میکنیم نیم گلاس روغن و تقریبا 100 گرم یا که 10 برگ پالک رو میکسر میریم پس میریم بیار که من همراهت کمک شم شکر ایران میبریم خب دوستا بالای یک مقدار پالک داخل میکسر که اضافه کردیم نیم گلاس روغن هم علاوه شد حالا را خوب میکس میکنیم پالکی را که آماده کردیم داخل کیک مواد ما مندازیم یک گلاس کافی است دوستا یک مقدار پالک همراه با نیم گلاس روغن در میکسر خوب مخلوطش کردیم و هم ساخته یعنی آماده ساخته داخل این مواد که آماده ساخته بودیم علاوه کردیم و حال بازم مخلوط کردیم
سهر جان میفهمی من فکر کرده بودم شاید پالک این تو ریزه ریزه کرده بعدش اضافه کنی شاید در روی کیک معلوم شده خب این قسمی هر شده در بینش علاوه میشته منطقه شاید مزه پالک هم بده بله همچنان این زیاده زیادتر به خاطر رنگ دادن و ویتامیناش استفاده از ویتامیناش در که از پالک استفاده میشد و وقتی که پالک ریزه ریزه کده پردیم فهمیده میشود که پالک است زید وقت اشتوکا پالک که نمیخورن کسی که نمیخورن در کیک خورده میتره که مثلشان رنگ بری میشه به خاطر که ویتامین که در پالک است باید در یک وجود انسان باشه توره باید بگیریم زیاد ضروری است کارم تمام شد حالا چی میکنیم؟ حالا آردشه نوبت رسید؟ تقریبا یک گلاس آرد زیادی وقت به قدر کافی نظر به اندازه مقدار کیک میکنم اندازیم اما در این مواد که من تهیه نمودم یک گلاس یک و نیم گلاس آرد شاید کافی باشه هر جا میشه در جریان کارت بازم سوال های من رو پاسخ بدی منتما سوال بیشتر میکنم خب خیلی هر جا قسمی که خودت هم پیشتر گفتی بر ما البته تحصیل ابتدایی را در خارج از کشور در کشور ترکیه دوست ترکیه انجام دادی و دوباره باز هم برگشتین به وطن افغانستان علتش چی بوده ایره هم بر ما بگی سبب برگشت ما همیشه وقتی که در ترکیه بودیم میخواستیم که در افغانستان پس بیاییم چون ما وطن خود رو زیاد دوست داشتیم بله همه افغانا دوست دارن بله وقتی که دور باشه مسافری زیاد سخت است از وطن سبب میشم یکی سببش هم اینست که ما وطن ما واقعا بر جوانای تحصیل کرده نیاز داره ما وقتی که همیشه در ترکیه تحصیل میکردم همیشه هدفم این بود که در افغانستان بیایم وظیفه در افغانستان داشته باشم و از خوردی میخواستم که یک دکتر شم فعلا طبخانه درستم ان شاء الله یک دکتر خوب شده به وطن خود کمک کنم سهر جان خمیر تا زمان مقرد که میریم که باید غلیظتر شود و یا هم بله. سخت باشه چه قسم نرمال باید باشه زیاد غلیظ و یا زیاد آبگین باید که ما نباشد با حدی که نرمال است تا موحد آرد انداخته علاوه میمایی خب تا زمانی که خمیر دارم درست میشه در سوالات دیگه ما هم باید پاسخ بودیم درست هست خب قسمی که گفتین دوره ابتدایی البته لیسه را در کشور ترکیه خلاص کردیم میشه بگوین که اونجا چه قسم بود یعنی دوره تحصیلتان همراه با همسیفی هایتان چه قسم یعنی عادت کرده بودین و یا هم خیر چه قسم وقتی که در ترکیه گفتم که در صنف 7 تا 8 بودم من تا ترکیه گرفته بودم به خاطر دوستی هیچ مشکل پیدا نکرده بودم چون من به خاطر که در ترکیه تولد شده بودم زبان مادری موری ترکی را یاد داشتم هیچ اصلا نمیفهمیدم وقتی که من افغانستان پس برگشتم وقت آمدن من به خاطر خدافیزی در پیششون رفتم زیادیشون نمیفهمیدن که من اصلا افغان بودم من گفتم چی تو گفتن چرا میری من گفتم من افغان هستم بس هیچ نفهمیده بودن استادام خصوصا هیچ نمیفهمیدن خیلی تعجب کردم زیاد تعجب کرد بعضی استادا یه یک استاد ما گفت زیاد همراه افتخار میکرد که چقدر خوب به اینجا خواندی اما میخوای که در افغانستان رفته در اونجا کشور کمک کنی و چی کنی بخواه هست یک جوان گفته زیاد چی میکرده نمیخوامی در زیاد پیش خب دستان نمیشه که ما ایت جوان های با استعداد خودم بگذاریم در کشور های خارج خدمت کنن بیایه تحصیلشان کنن و خدمت به جامعه خودشان بکنن خب خیلی خب امیدوار هستم همیشه هم تو موفق باشی و با آرزوهایت هم تشکر بسیار زیاد خب چطور شد یعنی رو بیاری با آشپزی و علاقه پیدا کنی این هم بر ما بگی آشپزی پیش بیننده های عزیزم خلق شده باشم آشپزی زیادتر من در پخت و پز کیک و کلوچه و چیزا علاقه مند هستم وقتی که در کشور ترکیه زیاد رواج دارد کیک و کلوچه بعد از نان همیشه شیرینی زیاد بعد از نان همیشه شیرینی میخورن و حتی دما میگفتن که شیرینی بابا افغانستان رو دما پخته کنم من میگفتم که در افغانستان زیاد رواج نداره توس باز تعجب میکردن خودشان چون زیاد میخورن زیادتر در ترکیه یاد گرفتم اومده ترکیه در چی آشپزی رفته بودم در چیزا که میرفتیم در مکتب حتی
یاد میدادند ما بهتر از طریق یاد گرفتم و به نظر می کیک پخته کردن زیاد چیز انسان من خوش میشم وقتی جگر می بیدم کیک پخته میگنم خوش میشه انسان یادت شانم پا میدیم زمانی که افتوزه میشه و یا جگر خور میشن میارن رو به آشپزی خیلی خوب است یک طریقه خوب است دوستا ایره میتونید شما تجربه کنید آرد مقدار ضرورت یعنی یک و نیم گلاس دیگه من استفاده کردم بله استفاده کردم یک و نیم گلاس او را مخلوط نمودیم و به می اندازه آمد به می اندازه باشه یعنی نرمال این زیاد رقیق‌تر نیست؟ به نظر من نرمال است یعنی شما از ما بهتر میفهمید؟ فقط نظر خودم گفتم یعنی را در پتنوس ما میمانیم را حال پتنوس اضافه میکنیم خب بیکنگ پودر بیکنگ پودر امرای ونیلیا استفاده میمانیم در آخر یک پاکت بیکینگ پودر و همراه قاشق چای خوری بگویم نیم قاشق ونیلیا بس است کافی است ای وانیلایی که گفتین به خاطر بوی همی وقتی که تخم است یا که تخم استفاده کردیم یا پالک بویشه باید از ون میبره از ون میبره بعضی انسان‌ها در مقابل تخم زیاد حساس هستن مثلا پدرم زیاد حساس است ولی لیست استفاده نکردم میفهمه چی استفاده نکردی بویش میایه خاطرم از من بردن بویش بیکینگ پودرم خوب مخلوط می نماییم یعنی در خانواده هم میکنین آشپزی بله زیاد عادت دارن با کیکای من در فامیل کیها آشپزی میکنن غیر شما در فامیل آشپزی مثل که گفتم تهیه نمودن کیک و کلچه ای چیزا مربوطم است و یعنی کارا تقسیم است بله یعنی خواهرای دیگه هم هست خواهرای دیگه هم است خب به تعقیب این سوال ما باید پاسخ بدین که چند خواهران هستین که تو کارا رو تقسیم کردین چند برادر رو تعداد یک برادر دارم خب او هم در مزار شریف طب میخونه ما فامیلی دکتر هستیم فامیلی طب هستیم اصلا میکروب ویروس در شما نزدیک نمیشه شده نمیتونه و سه خوهر دیگه دارم خورد هستن از مرسیش دختر هستن بزرگی از دختر ها بزرگ من هستم بله از همین خاطر است که دوستا کارگر هستن پخت پز هستن از هر مستقمین هستن خب دوستا من هم کم از اینا نیستم یاد دارم اونتا قدر شما نی یک روز باز از شما رو میخوریم بخیر چرا نیست چرا نیست صد هستن این هم در پتنوس ما و حالی را در پتنوس اضافه می کنیم رنگ لباس ماست امروز چطور فهمیده که هم رنگ پوشیدیم یعنی فهمیدم که اینجا که پالک دار آماده می شه ای حجمش زیاد خواهد شد بله حجمش زیاد می شد پنجی آماده می شد بکن پودرم خودش نشان می ده که خدا نشان می ده که به داخلش ما هستم بکن پودر هستم دارم تمام بود خب اینا رو در داش می مانیم در پخته شد در پتنوس ما هم کاغذ روغنی استفاده استفاده کردیم به خاطر که نچسبه کیک ما و این را راحت جدا شد در داش میمونیم در 170 درجه خب سوال میریم با داش خب بیننده های عزیز خدمه که بیننده هستین کیک ما را البته کیک پالکدار ما را آماده ساختیم و داخل داش ما قرار دادیم گفتن که سحر جان مدت 30 دقیقه البته آماده میشه تا اون وقت بعضی موادا و کارهای لازم دیگه داریم که او را انجام میدیم البته بعد از یک وقفه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم مواد لازم کیک پالکی پالک 150 گرم روغن نیم گیلاس چای خوری تخم 3 عدد آرد 2 گیلاس چای خوری بوره 1 گیلاس چای خوری شیر 1 گیلاس چای خوری
بیکینگ پودر یک پاکت، وانیلا نیم قاشق چای خوری، کیله 3 عدد، کرم شانتی یک گلاس چای خوری. بینده دوباره خیلی خوش آمدین در ادامه برنامه خودتان که ویژه برنامه خلاقیت های آشپزی هست. دوستان عزیزم اینجا بعضی مواد دیگه داریم که همراهشان سحر جان بعضی کارهای لازم داره که انجام میده و این کار چی است، بخاطر چی ضرورت است، خودشان بر شما خواهد بودن. خب سحر جان این مواد چی است که میخوایم آماده بسازیم؟ تا زمانی که کیک ما پخته میشود کریم کیک رو تهیه می‌نماییم که به خاطر دیزاین دادن کیک مقبول معلوم شده. گفتم خود به خاطر اطفال زیادتر دقتشان جذب نمایه خوب معلوم شده و شوق علاقه نشان کریم شانتی کریم لازم است که دوستان عزیز با این مواد یک کریم خیلی خوشمزه درست میکنه. کریم شانتی همراه شیر استفاده می‌نماییم، شیر یخ البته. استفاده می‌نماییم تقریبا 100 گرم یا نیم گلاس یا 105 گرم. این مواد کریم به شکل درستش آماده می‌سازه. پشت از این یک گلاس هم شیر یخ برما بگید که از شیرینی‌هایی که خودت درست میکنی زیادتر کدام شا دوست داری که بیشتر خودت آماده بسازی و همیشه نوش جان کنی؟ زیادتر کیکی که برتان کدارو بیستم مورد زیاد دوست دارم. اولین باری کیک کمش میده بودم فکر کرده بودم که شاید اصلا خورده نتانم کیک پالک داره بود فکر کرده بودم، اما زیادتر کیک پالک داره دوست دارم. و یک کیک دیگه هم هست که کاکاویست، تماما کاکاو هست که کریمش هم کاکاو است. تمام چیز او رو هم زیاد دوست دارم به خاطر که من کاکاو زیاد دوست دارم. این مواره بوده من کیک کاکاو دار خیلی خوش دارم. منتها از کیک پالاک دارتان تا بال تمشه نچشیده امروز امتحان میکنیم دوستا، شاید من هم علاقه مند خب این شیر کم کم انداخته میکسر میکنیم. من وقت از میکسر کشتن کم کم اندازم، یک دم انداخته نمیشه. خب کم کم اضافه کردم مخلوط میکنم در میکسر.
کیک پالکدار ما هم آماده شد. واقعا یک بوی خیلی عالی هم از خوب خارج ساخته. واقعا خیلی خوشمزه به نظر میرسه. و حالا بعضی کارهای لازم دیگه هم دارن که همراهش سحر جان انجام میده و ما هم بیننده میباشیم. اول که کیک را به شکل گرد گرد کیک را میگیریم گرد مینماییم. به خاطر که گرد کیک را به خاطر تزیین کیک استفاده مینماییم. رنگ داخلی رنگ داخلشم خیلی عالی. خب عزیزان بیننده دوباره برگشتیم در ادامه برنامه ویژه برنامه خلاقیت های آشپزی بازم با شما عزیزان هستیم. قسمی که بیننده هستین البته کیک پالکدار ما بعد از سرد شدن از قسمت وسط آن دونست کردیم که یک قسمتش داخل قاب ما قرار داره و یک قسمتش هم در قسمت. بعد از اینکه کاملا سرد شد کریم هم داخل یخچال سرد جا او را میاریم و کارم را ادامه میدیم. البته مستقیم میزنیم؟ بله مستقیم. خیلی عالی شده. این کریم هم این کریم شاید شیرین باشه دیگه. شیرین ها شیرین باشه دو دستا ما دم شده نچشیدیم باید بدون از این کیک پالکدار دیگه چند ماشینی را یاد داری سحر جان تا ای که در خانه آماده میسازی فکر میکنم به حساب هست. خب بله آها نام خدا بر کارگر است یعنی بی حساب است برعکسش نباشه سر جان. نه نه خب بعد از اینکه ایره دیگه چی چی شیر میاره میتونی بعد از اینکه خوردین باز میفهمین. بله اینه بعد از کریم شانتی کلا رو میمونیم به سرش. کیلر هم که در بینش مانده این کریم هم میگن که شیرین است. از هم یاد فکر میکنم که یک چیز خیلی خوشمزه هم اونه قسمت دومی کیک رو دوباره میمانیم. مستقیم درش قرار دادیم و حالا دوباره رویش کریم میزنیم. و همیشه هنگامی که کیک را پخته کردین و میخواین که هم روی کریم شانتیش کنین از چپی کیک استفاده کنین. ما کیک چپیش است بخاطر که لش میاید سر کیک کریم شانتی کریم که ما استفاده مینماییم اینا لش لایس میاید.
خرجان ازدواج کنند البته که خبر نمیمونن یعنی چیزای خیلی خوشمزه برشان آماده میسازه مطمئن هستم شوخی میکنم امروی آخر واقعا خیلی خوشمزه آماده شده رئیس ببینیم باز چیکار انجام میدن سفره های ایلی هم از این چیزا آماده کردی سهر جان در خانه؟ بله دیگه از کلاب شیرنی آماده میکنی بخاطر تزیین سفره های ایلی در خانه؟ یک چند نمه دیگه هم است مثال رنگ هایی که زیادتر جلب توجه میشه استفاده میکنم مثال این سبز بودنی جلب توجه انسان رو میشه و یک نمه دیگه پود میشه خواب ایره یک توشه امروی برش میزنیم او را نشان دادم ایمانیم نمایشی کنم مثال یک کلچه دیگه هم است که سرخ از رنگش بوز از او هم کردم بخونه این چیز رو زیادتر جلب توجه میشه و مقبول معلوم میشه خب یه هم کریم زده شد در تمام جوش کریم میزنیم هنوزم باقی مانده خب بله وقتی هم شده که سهر جان در وقت آماده ساختن از این چیزا از این شیرینی ها آهنگ هم خوانده باشی زمزم هم کرده باشی آهنگ خواندن از این وقت آهنگ میشنم پلی کده از یعنی زمزم کده خوش نداری؟ خوش دارم اما او قدر زیاد نه بیشتر از کدام هنرمند میشنوی؟ بیشتر آهنگ ترکی میشنم طبعا که متولد کشور ترکیه هست و بیشتر در اونجا تصمیمی دویشم خلاص کده طبعا که آهنگ های ترکی میشنوم من خودم که در متولد کشور پاکستان هستم آهنگ های اندی را زیاد خوش دارم به اون شکل اما آهنگ های وطنی افغانی خود ما را هم میشنویم دستم خیلی آهنگ های زیاد زیاد هنرمند های عالی داریم ما موقعا حقشان رو نخریم آها راستی هست یه هم کریم زده شد کریم میشه زده ما از گردش که گرفته مانده بودیم به خاطر دیزاین رویش استفاده می‌کنیم امروز اینکه که تولد داری میشه کم در خانه هم درست کنیم بله در خانه هم کده میتونیم غافلگیر کردن روز مادر، روز تولد خواهر یا برادر دستا عزیز یک چند تا برگ پالک بیارین ریزه کنین ویکس کنین یه هم پیکی خوشمزه تیار کنین البته که بطنه همیشه ریزه کنین باید ویکس شما در تمام قسمتش میزنین؟ بله تمام قسمتش باید یک سان باشه ایزان بیننده واقعا طرز آماده ساختنش هم خیلی خوشایند است امیدوار هستم که بر شما خیلی خوشایند تمام شده باشه و امیدوار هستم که طرز آماده ساختنش هم آموخته باشین و مواد لازمش که با هم یک جا روی سکرین های تلویزیون که یک جا میبینیم امیدوار هستم که مواد لازمش یادداشت گرفته بتانید شما هم از این کیک پالک دار در خونه شما هم یک بار آماده ساخته و تمیشه امتحان کنید زیاد که یکی آسان هم هست یعنی موادش هم همیشه پیدا میشه به نظر ما مواد هم که استفاده کردیم بله مواد لازمش هم مطمئن هستیم که در سوپرمارکت ها هست در هر خونه موجود می باشه دوباره سبز پوش سبز پوش شده کیکی پالک دار بودن چه نشان می دهیم قسمت هاشم باز شده به نظرم که یک قسمت هم یکم باید اضافه کنیم اینا کیک رو کامده نمودیم خط نموده داخلش نشان میدیم بایدیم
رنگش یعنی داخلش چه رنگی وقت گرفته بحبه در خوشمزه به نظر میرسه خب بازم یک بروش دیگه میزنیم رسیدیم در مرحله آخر برنامه که یکم میبینید که کیک خیلی خوشمزه آماده شد و سحر جانم دو برش برم تقسیم کرد البته یکش کفایت نمیکنم من گفتم زودتر یعنی دو برش دیگه هم بزن که باید بخورم خب عزیزان حالا میخوایم تماشا بچشم با اجازه خود خب شروع میکنیم واقعا یک کیک خیلی خوشمزه آماده شد و ما تماشا هم چشیدیم واقعا یک چیز خیلی عالی است که یکی از علاقمندای سرسختی کیک پالکدار دارم هم شدم قسمی که خود دارم دوست داشتید دوستان عزیزم امیدوار هستم که طرز آماده ساختنش شما هم یاد گرفته باشین و بتونید در خانه به خاطر آماده ساختن سفره های ایدیتون از این کیک خوشمزه شما هم بتونید درست کنید در آخر هم اگر پیام داشتین و یا کدام گفتنی به هموطنان ما داشتین کمره ما در خدمت شما نه تشکری خود میکنم از شما به خاطر که در پروگرامتون در این پروگرام عالی تا من را دعوت نمودید و سلامت باشید تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید و یک سوال آخر که بخوایم از پرسان کنم بعد از اینکه بخیر تحصیل ها خلاص شد که در حال جریان تحصیل از طب خوانده رایسی بعد از اینکه تحصیل تمام شد بخیر تصمیم داری که یعنی دوانده چی کارا شوی و هدف های بزرگی که دوانده داری چی است؟ فعلا طرز وقت که گفتم طب خوانده رایسیم و وقتی که پنتون خلاص شد تخصص خلاص شد یا طب میفهمین یکم طولانی است خلاص شد میخوایم که یک دکتر عالی شوم و هدف میخوایم که در افغانستان وظیفه داشته باشم همیشه میخوایم خیلی خوب تشکر بازم که دعوت ما رو پذیرفتین و بخیر روزتان خوش میخوایم همیشه موفق باشین خب بیننده های عزیز ای بود برنامه امروزی که تقدیم شما خوبان کردم و امیدوار هستم تا این دم که بیننده برنامه ما بودین سپاسگزاری میکنم و امید است که یک برنامه خوبی که بر شما تقدیم کردیم از دیدن برنامه خودتان لذت برده باشین بقیه روزتان خوش اوقات خوب خوش میخوایم خدا به هم نگهدار تمامی شما مواد لازمه کیک پولکی پالک 150 گرم روغن نیم گیلاس چای خوری تخم 3 عدد آرد 2 گیلاس چای خوری بوره 1 گیلاس چای خوری شیر 1 گیلاس چای خوری بیکینگ پودر 1 پاکت وانیلا نیم قاشق چای خوری کیله 3 عدد کرم شانتی 1 گیلاس چای خوری